تا حالا فکر کردید افراد کمتوان چه مشکلاتی برای پیدا کردن لباس مناسب دارن؟ مد تطبیقی یا سازگار میتونه راهکار مناسبی برای این افراد ارائه بده. اگه دوست دارید درباره طراحی این لباس ها بیشتر بدونید، تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. به مدل آدم خوش اومدید. لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و نظرات خودتون در مورد این ویدیو رو در قسمت کامنت ها بنویسید. در حال حاضر خیلی از طرح‌های مد به فکر رفاه تمام افراد جامعه هستند. از جمله افرادی که برای داشتن لباس مناسب دچار مشکلات زیادی میشن، افراد دگرتوان هستند. افرادی که میتونن تأثیر چشمگیری در جامعه داشته باشن، اما تنها به خاطر اینکه شرایط برابری با دیگران ندارن، زندگیشون سخت تره. توی مسابقات پارالمپیک امسال، ایران رتبه 13 رو کسب کرد. مدال‌های رنگین قهرمانان پارالمپیک باعث شادی و افتخار همه ما شده. در بازه زمانی کوتاهی قبل از مسابقات پارالمپیک، لباس‌های طراحی شده برای مسابقات المپیک سر و صدای زیادی به پا کرد. خیلی‌ها به اصالت و نحوه طراحی لباس ورزشکارا اعتراض داشتند. بعد از اون لباس ورزشکارای پارالمپیک از نظر زیبایی مناسب‌تر از لباس‌های المپیک طراحی شد. هرچند توجهی که ورزشکارای المپیک دریافت کردند شامل حال پارالمپیکی‌ها نشد. اینکه آیا در طراحی این لباس‌ها شرایط فیزیکی ورزشکاران در نظر گرفته شده یا نه، به نظر سوال مهمیه. برای اینکه بتونیم جواب دقیقی به این سوال بدیم، باید درباره مد سازگار یا تطبیقی بدونیم. این حقیقت وجود داره که در دنیای مد امروز، زیبایی اولویت بسیاری از طراحی است. هرچند بعد از کرونا خیلی از طراحی ها به سمت راحتی و کاربردی بودن تغییر کردن. اما برای افرادی که دارای معلولیت هستند، چیزی بیشتر از زیبایی اهمیت داره. افراد دارای معلولیت نیازهای ویژه‌ای دارن. لباس‌های اونها باید به شکل خاصی طراحی بشه تا نیازهاشون برطرف بشه. برای بسیاری از این افراد زیپ یا دکمه در لباس‌ها اذیت کننده است. خیلی از اونها دارای حساسیت لامسه هستند و هر پارچه‌ای براشون مناسب نیست. در بسیاری از نقاط جهان طراحان دست به کار شدن تا زندگی رو برای افراد دگرتوان راحت‌تر کنن. این افراد از بزرگترین اقلیت‌ها در جهان هستند که علی‌رغم جمعیت زیادشون کمترین امکانات رفاهی رو در اختیار دارن. طراحی و تولید لباس‌های متناسب با شرایط اونها میتونه فرصت خوبی برای برندها باشه تا بازار فروش خودشون رو گسترش بدن. در حال حاضر بسیاری از برندها نه تنها لباس‌هایی برای کم‌توانان تولید می‌کنن، بلکه حتی از مدل‌های خاص با معلولیت برای نمایش لباس‌هاشون هم استفاده می‌کنن. به نظر میرسه بسیاری از برندهای بزرگ دنیا وارد این عرصه شدن و لباس‌هایی با ویژگی‌های خاص طراحی کردن. برند ایسوس برای اولین بار در سال 2018 یک جامپ‌سوت برای ویلچر طراحی کرده. همچنین در کمپین‌های تبلیغاتی خود برای نمایش گوشواره از یک مدل با سمعک استفاده کرده. برند تامی هیلفیگر هم برای مجموعه سازگار خودش از دکمه‌های مغناطیسی و سجاف قابل تنظیم استفاده کرده. برند نایکی هم از قافله جا نمونده و در آپریل 2021 کفشی به نام نایکیز گو فلاییز را طراحی کرده که بدون استفاده از دست به راحتی پوشیده میشه. تمام این موارد نشون دهنده پیشرفت قابل توجه مد تطبیقی در جهانه، اما همچنان مشکلاتی وجود داره. این کفش نایکی به صورت محدود برای اعضای نایکی طراحی شده و به همین دلیل قیمت اون بسیار بالا بوده. هلیا محمدیان، بنیانگذار برند اسلیک چیکس که یک برند سازگار لباس زیره، در مصاحبه‌ای با مجله فوربس نحوه ارائه این محصول رو مورد نقد قرار داد و گفت بسیاری از افرادی که میتونستن از این کفش سود ببرند به اون دسترسی نداشتن. گوفلاییز با الهام از متیو والزر، ورزشکاری که مبتلا به فلج مغزی طراحی شد، اما توی بیشتر تبلیغات و بیان داستان این محصول از افراد بدون معلولیت استفاده شد و این نکته دیگری بود که باعث انتقاد به نایکی شد.
محمدیان میگه مردم فکر میکنن کلمه معلول بده. کلی کتفیلز، مؤسس آژانس استعداد معلولین سی تالنت و زتا استودیو هم معتقده که برندها باید از ترس از استفاده از این کلمه دست بردارن و به این سوء تفاهم ها خاتمه بدن. همین ترس باعث میشه بسیاری از برندها تنها با در نظر گرفتن معلولیت و بدون تست اون توسط افراد کمتوان یک محصول رو ارائه بدن که کارایی مناسبی نداره. بسیاری از شرکت‌های کوچک توانایی شرکت بزرگی مثل نایکی رو ندارن و این ناراحت کننده است که نایکی از تمام فرصت خودش برای ارائه یک محصول خوب استفاده نکرده. کتفیلز میگه مدل اجتماعی ناتوانی میگوید آنچه ما را از کار میاندازد وضعیت پزشکی ما نیست، بلکه نگرش‌ها و ساختارهای جامعه است. و برای بسیاری از سراحان هدف اصلی کمرنگ کردن این نگرش ها و تساوی در وضعیت اجتماعی و قوانینه. محمدیان یکی از طراحان جنبش پوشاک تطبیقیه. اون میگه این فکر زمانی به سرش زده که تلاش خواهرش برای پوشیدن لباس زیر بعد از سزارین اضطراری رو دیده. به نظر اون داستان پشت طراحی لباس ها مهمترین قطعه پازله. برای همین همیشه از الهام بخش بودن خواهرش و داستان برندش صحبت میکنه. وجود این همدلی و همدردی برای افرادی مثل هلیا محمدیان باعث طراحی لباسهای سازگار برای معلولین بوده. محمدیان اضافه میکنه که در تولیدی های اونها بیش از 350 نفر دارای معلولیت استخدام شدن و در واقع محصولات این شرکت توسط دیگر توانان ساخته میشه. به شکل مشابه داستان برند مگنا ردی هم از همدردی ماروا هورتون برای همسرش که مبتلا به پارکینسون آغاز شده. طراحی لباسهایی با دکمه‌های مغناطیسی ایده‌ای بود که در زمان پرستاری همسرش به ذهن اون خطور کرد. برند ریبرز گارمنت هم توی طراحی و هم توی ارائه اون متفاوت عمل می‌کنه. در نمایش مد این برند، مدل‌ها با لباس‌های سفارشی خودشون به دور از تشریفات و سلسله مراتب رانوی‌ها در کنار هم لباس‌ها رو نشون میدن و در انتها مخاطبین رو به رقص با خودشون دعوت می‌کنن. اسکای کوباکوب، مؤسس این برند، میگه لباس پوشیدن باید باعث شود شما با بدنتان احساس راحتی کنید و این چیزی است که من می‌خواهم مردم حس کنند. در حال حاضر به نظر می رسد چهره فشن در حال تغییره. افراد تازه نفس زیادی پا به این عرصه گذاشتن تا افراد دیگر توان هم بتونن از امکانات مناسب برخوردار باشن. می تونیم شاهد حضور معلولین بر روی رانوی ها و تصاویر مجلات باشیم و این خوشحال کننده است. جای طراحی تطبیقی در مد ایران بسیار خالیه. از اونجایی که لباس سازگار برای هر فرد باید با توجه به نیازمندی ها و شرایط فیزیکی اون فرد تولید بشه، برندی که بتونه لباس های سفارشی و شخصی متناسب با ویژگی های فرد طراحی کنه بسیار مورد توجه قرار خواهد گرفت. البته افراد دغدغه‌مند زیادی هستند که به طراحی لباس برای کم‌توانان فکر میکنند. محبوبه رحیمیان در اسفند 1396 یک نمایش مد برای کمتوانان و با حضور معلولی به عنوان مدل در تهران برگزار کرد. خانم رحیمیان سالهاست در زمینه کارآفرینی برای این افراد فعاله و این تجربه باعث شده بتونه به خوبی زندگی معلولین رو درک کنه و از مشکلات اونها باخبر باشه. در این نمایش مد 50 لباس برای بیش از 15 نوع معلولیت طراحی شده است. این طراحی ها با آگاهی کامل از محدودیت های افراد دگرتوان صورت گرفته و با کمک این افراد به نمایش در اومده. کوچکترین تأثیر این نمایش ها رسوندن آگاهی به همه افراد جامعه است. تمام لباس ها بعد از صحبت با معلولین و درک کامل نیازهای اونها طراحی شده. البته هنوز مسیر طولانی برای طراحی بهتر وجود داره. برای مثال انتظار میره طراحان برای لباس‌های ورزشکاران در پارالمپیک نکات بیشتری رو در نظر بگیرن، چرا که این افراد میتونن نماینده کم‌توانان باشن. متاسفانه به نظر نمیرسه که در بیشتر طراحی‌های انجام شده لباس‌ها به صورت شخصی برای ورزشکاران طراحی شده باشه. اما در این بین لباس‌هایی هم بودن که مورد توجه قرار گرفتن
مثل لباسهای کشور ژاپن، ایتالیا و فرانسه. افرادی که میتونن مثل ورزشکارای حاضر توی پارالمپیک واسه افتخار و شادی ما باشن، قطعا باید از امکانات خوبی برای ورزش و زندگی برخوردار باشن تا بتونن از تمام ظرفیت خودشون استفاده کنن. از اینکه تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید بسیار ممنونیم و امیدواریم که لذت برده باشید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر یادتون نره سابسکرایب کنید.